کادر فنی تیم ملی، بازیکن‌ها، رسانه‌ها خیلی پررنگ شد. حمایت از تیم ملی در فاصله 80 روزه تا جام جهانی، خودتون این حمایت رو تو همه بخش‌ها می‌بینید به عنوان مسئول اول تیم ملی؟ من خدمت شما عرض کنم که ما 5 تا بازی انجام دادیم که 4 تاش بیرون از خانه بوده، 2 تا فینال بوده، 2 تا فینال هم بردیم. یعنی 5 تا بازی، 4 تا بیرون از خونه، 2 تا فینال، 1 گل خوردیم. چقدر به ما حمله شد. این حمله درست تداعی 2006ه. خب شما وقتی ساختار دفاعی و خط دفاعی انقدر بهش حمله میشه، به من مراجعه میکنم میگن آقا ما 5 تا بازی کردیم 1 گل خوردیم. انقدری که به ما حمله شد به من سیتی گواردیولا به خاطر این 2-3 تا اجازه بفرمایید. فکر میکنم به گواردیولایی که پارسال همه جام‌ها رو برد و بهترین مربی و همه چیز بود، الان من سیتی 2-3 هفته بود که نتایج انقدری که به ما حمله شد به اون تیم نشد. ما برمیگردیم به 2006، اون دادگاه ها، اون رفتار ها و اون مقاله ها به یه نوعی داره تداعی میشه، تکرار میشه. و من دوستانم خواهش میکنم به فکر مملکتتون باشین، به فکر ایران باشید. زدن قلعه نوعی دیگه 2006 من فکر میکنم دیگه بسته. آخه میگید این آمار رو من خدمت شما دارم میگم، 5 تا بازی 1 گل، ما خودمونم میدونم اون بازی اشتباهات فردی بود. اگه آمار بازی با اردن ما رو ببینی، ببین اردن اومده تو تهران ما رو برده با همه ستاره، توی اردن ما رو 3-2 برده، اینجا 1-0 برده. ما رفتیم اردن رو تو اردن با اختلاف 2 تا بردیم. انقدر به ما هم به نظر شما اینا غیر طبیعی نیستش؟ من اینو میخوام بگم، اون روز روز 2-3 تا اشتباه بازی کنه. و وقتی ما آمار بازی رو بحث دوندگی و فنی رو ما دیدیم، دیدیم اصلا خیلی آمارمون هم بالاتر بوده. بله ما بالاخره ما ایراد داریم بازی هر باز. شما هیچ تیمی تو دنیا نمیتونه 3 تا بازی رو یه مدل انجام، هیچ بازیکنی نمیتونه 3 تا مدل بازی رو یه مدل انجام. بالاخره یه موقعی تا اونم اون زمینی که قبلش بازی شده و شرایط چمن خوب نه، یکی 2 تا بازیکنای ما 2-3 تا اشتباهات فردی داشتن. و اون ما وقتی خودمونم تعجب می‌کنیم، این همه حمله، 5 تا بازی 1 گل، 2 تا فینال، فینالم بالاخره ازبک و خود قطر هم تیمای بزرگی هستن. حالا شما در جام ملت‌ها و مقدماتی خواهید. من از همه عزیزان خواهش می‌کنم دیگه اگه در 2006 تا الان هم هر چقدر می‌خواستین حمله کنین، بزنین، دادگاهی کنین، اینا دیگه من فکر می‌کنم این 80 روزه به خاطر مملکت، به خاطر مردم، بیاین به تیم ملی کمک کنید. راه موفقیت تعامله. یعنی فرق اونوریا با ما اینه که اونا دلسوز مملکتشون هستن، اونا مردمشون رو دوست دارن، ما حب و بغض داریم. خدا بیامرزه آقای انتظامی یه مثال خوبی میزد، میگفت شغل دوم بعضی از مردم ایران شده بخل و حسادت. یعنی الان در ورزش اینو به عینه معلو و در رابطه با فوتبال میگن بیاین به مملکتتون کمک کنید. یه روز امیر قلعه‌نویی هر یه روز نیستش، ولی این قلم ها، اون اتفاقاتی که 2006 افتاد، خب بالاخره ظلم بودش دیگه. الان هم دارن به یه نوعی اون رفتار میبریم، میگن آقا چرا بردیم. دستیارا هم نه دستیار خیلی زیاده، حتی خداداد عظیمی هم به عنوان مشابه چرا حالا توی زمین موضوع. البته من از آقای خداداد، آقای هومن حفاظی و بقیه همکاران نهایت تشکر میکنم که اومدن با کمترین چشداشت مالی. این عزیزان 3 ماه کارشون رو شروع کردن، نه قرارداد بستن، نه 1 ریال دریافتی داشتن، به عشق مردم، به خاطر فوتبال اومدن دارن کمک میکنن. این میگم دیگه، این عزیزان از 2006 با قلعه‌نویی مشکل داشتن. یعنی اگه من اینجا نبودم، حتی این عزیزان میگفتن تعداد دستیارا کمه، قهرمانی ها رو خیلی بزرگ میکردن، این آمار رو میبردن تا عرش اعلا. من اینو مطمئنم، منتها این آدم ها همین جوری هن دیگه، بخل و حسادت و کینه و هر چی رو بخوای شما درون این آدما خواهید. انتقاد باید انتقاد باشه، میگه میشه بدون انتقاد پیشرفتی باشه. ما هم خودمون قبول داریم، ما هم کلی تو بازیام بالاخره بعضا فراز و نشیب داشتیم، مثل مثلا خود
اردن اونم یکی دو نفر، یعنی آمار حالا ما به آیه الهویی عزیز میگم آمار رو به شما میدم و آمار اردنم شما ببینید که چه آمار خوبی بوده، ولی هستش دیگه. حالا اونا در 12 ساله میگم تا این باشگاهی هم ما رو دارن میزنن، در تیم ملی زدن، هر نتیجه ای هم شما بگیر یقینا اون عالم آدمایی که قلمشون رو فروختن به اونوریا من میدونم، همه گروه هاشون رو میدونم و کجا تغذیه میشن که این آدم ها رو تغذیه میکنه. بعضیشون هم خب خیلی ارادت داریم بهشون، من با آقای جلال چراغپور مشاوره میگیرم ازشون، از آقای مجید جلالی میگیرم، از آقای جواد علاوردی میگه، من بارها یک ساعت تلفنی با آقای جلال چراغپور صحبت میکنیم، چه بعد بازی چه قبل بازی. این همه عزیزانی هستن که ما آقای حسن روشن بعضا زنگ میزنیم باشون صحبت میکنیم و اینا، این رفتارهای خوبی. انتقاد هم میکنید، انتقاد بکنید به خاطر پیشرفت بکنید، نه با حب و بغض که اونایی که این حمله رو کردن به خاطر 5 تا بازی یه گل خورده شما میگن آقا آنگولا، آنگولا خود رفته مرحله ملت‌های آفریقا، نمیدونم بلغارستان رو میبری، قطر قبلش میگفتن حالا اگه این جلو قطر این حریف فلانه، بعد که بردیم گفتن یه چیزایی دی. خلاصه هستش دیگه این داستانه، یه مثالی هست نمیخوام بگم. ژاپنیا پیشنهاد دادن که ایران در تورنمنت ژاپن حضور داشته باشه، تورنمنت چهار جانبه، ما اصلا دنبال اون هستیم. ببین من خدمت شما عرض کنم، از زباهند یه تجربه خیلی خوبی من به دست آوردم، همه کارامو به صورت کتبی و مکتوب انجام. من روزی که مسئولیت تیم ملی رو به عهده گرفتم به آقای نبی که ازشون تشکر میکنم که واقعا دارن تلاش میکنن، نامه زدم که آقا من دوست دارم با این تیم ها بازی کنم. شما شرایط بین المللی مملکت رو میدونید، شرایط بد اقتصادی مملکت رو میدونید شما، من نمیخوام یه سری مسائل رو بگم، ما وظیفه‌مونه برای این مردم ایثار کنیم، تلاش کنیم. شرایط بسیار سختی داریم، دریافتی‌ها رو شما برید ببینید باورتون نمیشه. خب ما می‌خوایم بریم یه بازی بکنیم 1-2 میلیون دلار بدیم، هنوز حقوق فدراسیون کارمندا و کارگرای عزیزش مونده. ژاپنی درخواست دریافت هنوز برای ما، نه هنوز به ما درخواست نده، اگه درخواست بدن سازمان لیگ اجازه بده حتما بازی می‌کنیم. یعنی من اینجا به شما قول میدم اگه زمان، یعنی برنامه فشرده باشگاه اجازه بده که به باشگاه لطمه نخوره، من میگم خودم نامه زدم گفتم آقا من با این تیم‌ها دوست دارم بازی کنم، کما اینکه در گذشتم 2006 و 7 رفتم با مکزیکم، حتی بدون لژیونرام رفتم بازی کردم، من اصلا ترسی ندارم. ما باید، ولی وقتی شرایط مملکت اینه، پول ندارن، ما به جای اینکه بیایم مشکلات درون سازمانیمون رو بدیم بیرون، داریم با همین شرایط کارو میبریم جلو. منم این خیلی هم مربیای دیگه که بهترین شرایط رو دارم بیان قرقر کنم، بیان بگم آقا اینجاش مشکل، اونجاش مشکل، نه من همچین آدمی نیستم. من تو هر تیم باشگاهی بودم شده 6 ماه 1 ریال نگرفتم، نمونهش در تراکتور سازی، نمونهش در خود استقلال و جایی دیگه، جایی بوده که خود کادر فنی و بازیکن‌ها 6 ماه 1 ریال. شما میتونید محمد نوری برید بپرسید، فرزاد حاتمی بپرسید، در جاهای دیگه در استقلال برید بپرسید، ولی من اون آدمی نیستم که مشکلات درون تیمی رو بیام بیرون. الان هم ما کلی مشکلات داریم، اگه هر کی بودش که میومد 1 میلیون دلار میداد ما استقبال میکردیم، الان هم اگه ژاپن پیشنهاد بده میشینیم با سازمان لینک هماهنگ میکنیم، بدون لژیونر رو حتما و حتما من موافقم که بدیم. آقای قلعه‌نویی در خصوص الان بحث‌های اخیر تقابلی صورت گرفته بین ملی پوشای فوتبال با ورزشکاران سایر رشته‌ها، به نظرتون این بعد از صحبت‌های کنعانی زاده من فکر می‌کنم اگر کمی حالا تمرکز بازیکن ها ملی پوشا رو هم بزنه این موضوع نپردازیم. ببین بحث من اینه که ما باید حق همه رشته‌ها رو بدیم. فوتبالیست ها کار بسیار بزرگی، من که نبودم، ولی کار بسیار بزرگی که از صعود به جام جهانی کار بسیار سختیه. قهرمانی در المپیک، حالا عزیزان ما در رشته‌های کشتی و جای دیگه، اونها هم بالاخره اونها هم زحمت میکشن، ریاضت میکشن،
اگه اون دوستانم حرفی زدن در رابطه با حق خودشون بوده، نخواستم با فوتبال خودشونو مثلا تو کفه ترازو قرار بدن و دولت مردای ما مسئولین باید حق همه اشتهای ورزشی رو بدن، منم قبول دارم. حالا آقای کنانی هم یه حرفی زده، بیشتر آقای کنانی باب شوخی بوده، یعنی ایشون اینجوری صحبت کرده که حالا دوستان یه جور دیگه تعبیرن، حالا دیگه تموم شده.